پس بزنید اسلاید بیاد لطفاً. خداوند قادر است که گذشته شما رو شفا دهد. این اولین چیزیه که باید راجعش فکر کنیم. ادامه بدیم. بله، کلام خدا رو باید اقرار بکنیم، چیزی که تو قلبم بود که با شما صحبت کنم. اسلاید بعدی. بله، چهار خصوصیت خدا. چهار خصوصیت خدا در کتاب مقدس ما خصوصیات زیادی از طرف خدا میبینیم. خدا خودش رو معرفی میکنه. خدا خدایی نیست که اون بالا نشسته باشه و با ما کاری نداشته باشه. خصوصیت زیادی داره. ولی در این رابطه که میخوایم صحبت کنیم، چهار خصوصیت خدا رو میخوایم بررسی کنیم. اول تواریخ باب 16 آیه 34 ما میخونیم که اینجا نبی مینویسه برای ما و خدا با ما صحبت میکنه. آیه رو بیارید. بله، میگوید یهوه را حمد بگویید، زیرا که نیکوست، زیرا که رحمت او در واقع تا ابدالابد. اینجا سه تا خصوصیت خدا رو میبینیم. اول اینکه یهوه اسمیه که در واقع خدا خودش رو معرفی میکنه در عهد عتیق به موسی. میدونیم که مردم بت پرست بودن و بعد خدا در بوته آتش با موسی حرف میزنه و بعد میگه من برم به مردم میگم که کی با من حرف زده، کی منو فرستاده. خدا میگه برو بگو یهوه یا یهوه، یهودیا به شکل مختلف پرونانس میکنن اینا، یهوه، ما میگیم یهوه، یعنی من هستم، من هستم، یهوه یعنی من هستم، منو فرستاده، تو رو فرستاده. ولی در این آیه سه تا خصوصیت خدا رو میبینیم. اول اینکه خدا نیکوست. خدا نیکوست. میتونیم ما بگیم نیکو؟ نیکو در فرهنگ فارسی این خیلی هست، پندار نیک، گفتار نیک، این همون نیکویی هستش. یعنی در ذات خدا نیکویی، خوبی هست. خدا هرگز بدی در او وجود نداره، هرگز. پس ما این کلیسا تعلیم دادیم، تعلیم میدیم، نگیم خدا بد نده. خدا بد نمیده، خدا نیکوه. پس وقتی خدا نیکوه، فکرای خدا هم نیکوه، درسته؟ وقتی ما راجع به شخص صحبت میکنیم، میگیم فلانی این صفتو داره، اون صفت در وجود اونم هست، فقط یک لقب نیستش. و خدا رحیمه، چیزی که در فارسی زیاد میگیم، نه؟ خدا نیکوست و نه فقط نیکوست، رحمت داره. خودش میگه من رحیمم بر هر کی که دلم بخواد، رحمت میکنم. و ما میدونیم که او در مسیر رحمت خودش آشکار میکنه. و سومی که نه فقط نیکوست، نه فقط رحیمه، رحمت داره، بلکه این ابدی هستش، یعنی unconditional love، محبت او نامحدوده، نامحدوده، نمیسته. حالا مثلا اگه تو چون جواب تلفن من ندی، من با تو کار ندارم. نه، چون احکام من انجام ندی، من با تو کار ندارم. نه، خدا ما را محبت میکنه و محبتش ابدیه. ابدی یعنی که انتها نداره، اینترنت، ایترنتی، آخر نداره، همین جوری میره و میره و میره. در جاهای دیگه در کلام خدا میگه شب و روز رحمت خدا برقراره. ما خوابیدیم نمیفهمیم، ولی رحمت خدا داره کار میکنه، نیکویی خدا داره کار میکنه، محبت خدا داره کار میکنه. پس سه خصوصیت خدا، قبل از که راجع به شفای دردهامون نگاه کنیم، میخوام صفات خدا رو قشنگ ببینیم. یه اسلاید دیگه بیارین لطفاً. خروج فصل 15 آیه 26. بله، در اینجا خداوند میگه من یهوه، من یهوه شفا دهنده تو هستم. این خصوصیت چهارم خداست. نه فقط خدا نیکوه، نه فقط رحمت داره، نه فقط تا ابدالآباد این کارو میکنه، بلکه شفا دهنده هم هستم من، میگه. یعنی چی؟ یعنی کار من اینه، میگن آقای فلانی نجاره، آقای فلانی قصابه، تو آمریکا قصابی یه دونه باز شده تو اورنج کانتی، من دیدم قصابه، یعنی کارش همینه، نه اینکه رفتارش قصابه. حالا بعضیا به شوخی میگن، میگن طرف حرف زدنش مثل قصابا میمونه. وقتی میگه من یهوه، خدا داره حرف میزنه، یعنی خیلیه، مثل که من میگم من باقستانی میگم اینطور، اینجا میگه من یهوه شفا دهنده تو هستم. آمین آمین آمین. میتونی بگی خدا رو شکر تو شفا دهنده من هستی؟ او شفا دهنده. گاهی وقتا ما باید اینا رو بیاد بیاریم، بگیم خدا من متشکرم که تو شفا دهنده هستی و متشکرم که تو گفتی اینو به من و میخوای این کارو بکنی. این آیات به این معنا هستن که خدای ما صفات بسیار والایی داره. رحمت او برای هر ملتیه، برای هر نژادیه، برای هر در واقع جنسیتیه، زن، مرد، بچه، بزرگ، هر کس با هر بک‌گراندی که میاد، خداوند اینو داره. ولی چگونه ما میتونیم این شفا رو دریافت کنیم؟ اسلاید بعدیه، یکی دیگه هم بزنید. قدم اول برای دریافت شفا چی است؟ اون ابتدای شفا چی است؟ ما باید چیکار کنیم شفا بگیریم؟ چه از دردامون، چه از زخمایی که داریم،
چه اگر از نظر فیزیکی به شفا احتیاج داریم. با هم نگاه میکنیم اسلاید بعدی رو. اول یوحنا فصل 4 آیه 16 اینو به ما میگه. اول یوحنا فصل 4 آیه 16 میگه شاگرد محبوب عیسی مسیح در رسالش میگه و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. خیلی قشنگ توضیح میده. اولین قدم برای دریافت شفا دانستن هستش. کتاب مقدس میگه قوم من از عدم معرفت، شناخت، دانستن. شنیده میگن طرف بی معرفته، یعنی دانش سواد داره ولی دانش شاید نداره. قوم من از عدم معرفت هلاک شدن. خدا به وضوح صحبت میکنه. اینجا میگه ما برای اینکه شفامونو به دست بیاریم اول باید بفهمیم که او شفا دهنده است. اول درک کنیم که او میخواد شفا بده. اول باید درک کنیم که او ما رو دوست داره. اول باید درک کنیم که او به فکر ما هست و فکرهای عالی داره. و بعد باور کنیم. باور در انجیل یعنی ایمان. دیروز در جایی بودیم نازنین جان برای یه خانمی شروع کرد دعا کردن، گفت خداوند میگه تو باید ایمان داشته باشی. و بعد با هم صحبت کردیم راجع به موضوع که عزیز ما هستن و عزیز، ولی اون ایمان باعث میشه که ما دست خدا رو تو زندگیمون ببینیم، معجزه خدا رو ببینیم. پس چه موقعی شفا؟ ما گفتیم خدا شفا دهنده است، درسته؟ پس از طرف خدا همه چی حله. به طرف میگن چی شد میخواست ازدواج کنی؟ میگه 50% حله. حالا باید 50% بعدیش درست بشه. خدا میگه از طرف من شفا دهنده هستم. تکلیف مشخصه. آمین. او شفا دهنده هست. چه ما شفا رو ببینیم چه شفا رو نبینیم، چه ما خدا رو ببینیم چه نبینیم، او الان اینجاست، اونجا حضور داره. پس دومین چیز برای اینکه شفا شامل حال ما بشه، در اول یوحنا فصل 4 آیه 16 میگه که باید باور کنیم. ما بهم میگیم ایمان آوردن، پذیرفتن. ها، ما باید باور کنیم. چی رو باید باور کنیم؟ که خدا شفا دهنده است. خیلی از مذاهب و اعتقادات باور دارن که خدا شفا دهنده است. باور کنیم که این شفا مال منه. بسیار از مسیحی هستن که میگه شفا مال اون موقع است. بسیار هستن میگن خدا میخواد این خواهر رو شفا بده، ولی من نمیخواد شفا بده، من قسمتم همینه، سرنوشتم همینه. و من شهیدم. چرا این اتفاق میفته؟ چون معرفت نیست، دانش نیست. وقتی این دانش هست و ما اینو هر روز میخونیم، هر روز اینو تکرار میکنیم، هر روز وعده های خدا رو بیاد میاریم، مثل دوستان آشوری. دوستان آشوری خب 4000 سال تو ایرانم، من باهاشون دوستی کردم، هستن دوستان ما، به کلیسا میان. ولی یک چیزی رو خیلی جالبه تو فرهنگ آشوریا و اونه که زبانشونو و فرهنگشونو میخوان به بچه‌هاشون منتقل کنن. 4000 سال تو مملکت ما هستن، به واقع شاید کشوری هم ندارن تو دنیا. میدونی سازمان ملل یه صندلی خالی هست، ندارن، کشور ندارن. قبلا نزدیکای ایران بودن، عراق، بابل، الان کشور ندارن. ولی جالبه که تو این 4000 سال نژادشونو، زبونشونو، فرهنگشونو به بچه خودشون منتقل میکنن به نسل بعدی. به واقع با افراد دیگه سعی میکنن ازدواج نکنن، با هم ازدواج میکنن تا این حفظ بشه. ها؟ پس این تکرار باعث میشه که اینها اون هدفی که دارن، فکری دارن، منتقل بکنن. راجب باور ما، راجب ایمان ما، اون دانش ما، باید اینو تکرار بکنیم که در ما بمونه. چی میشه یه نفر که به شفا اعتقاد داره وقتی یه مشکلی براش میاد میگه که من فکر کنم شفا نیست دیگه، این وضعیت منه دیگه، چی کارش کنم؟ برای اینکه با کلام نزدیکی نمیکنه، دوستی نمیکنه، تکرار نمیکنه اینو. و بعد ادامه میده دانسته و باور کنیم آن محبتی را. ببینید این دریافت شفا از اینجا میاد. خدا محبته. آن محبتی را، این محبت چه سایزی داره، این محبت چه بویی داره، چه اندازه‌ای داره، چه شکلی هست. خب همه میگن خدا محبت، خدا مهربونه، ولی کو؟ چه شکلیه؟ اینجا این آیه میگه آن محبت که خدا به ما نموده. خدا چه محبتی به ما کرد؟ 2000 سال پیش در جسم به اسم عیسی مسیح به دنیای ما اومد، برای گناهان ما مرد،
هیچ محبتی مثل این مسیح گفت وجود نداشته تا حالا که کسی برای دوست خودش جانش رو بده. البته تو داستانا میشنویم، ولی این نهایت محبته که من حاضر باشم جانم برای کسی دیگه بدم. نه اینکه در واقع دکتر شایسته داستان خیلی قشنگ این گفت چند روز پیش، و این بود که در زمانی که مسیحا رو میگرفتن که در واقع آزار و شکنجهشون بدن در قرون گذشته، میگه دوتا از مسیحا رو با هم گرفتن و بعد رومی ها اونها رو گفتن توبه کنید، برگردید به از مسیحیت برگردید، و اینا گفتن نه. و وقتی اینا رو میخواستن مجازاتشون بکنن، در محوطه انداختن که ما توی این فیلم ها شاید دیدیم اینا، که اینا شیرا میان اینا رو تیکه پارهشون میکنن. دیدید دیگه حتما، یا با شیرا میجنگن و اینجور چیزا. و خیلی جالبه که داستان میگه واقعی بوده، مثل اینکه داستان میگه که به هنگامی که میخواستن این کارو بکنن، دوستی آمد، اون دوتا دوستی که با هم بودن، هر دو دیدن دارن با هم بحث میکنن، مردم هم نشسته آدیتوریوم پره، میگن چی شده اینا دارن با هم بحث میکنن؟ نگو اینا دارن با هم آرگیو میکنن، بحث میکنن که من میرم میجنگم، تو بعد از من بیا، اگه قرار کسی کشته بشه بذار من کشته بشم. این محبت فقط در مسیح هستش، این محبت فقط در خدای ما هستش. میگه خدا محبت است. حالا پس خدا محبته، خدا محبت میکنه، اگر هر که در محبت ساکن باشد، یعنی چی؟ در اون کاری که عیسی مسیح کرد، در اون جایگاهی که عیسی مسیح استادش برای ما مهیا کرد، به او ایمان بیاره، باور کنه که برای گناهانش مرده، در خدا ساکنه. چطوری من میتونم در خدا ساکن بشم؟ چطوری میتونم با خدا راه برم؟ اگر در محبت او که توسط مسیح آشکار شد ما او را بپذیریم، اگر در محبت او ساکن بشیم، در خدا ساکنیم. و نه فقط همین، خدا هم در ما ساکنه. مردم میگن کفر که شما میگید عیسی خداست، حالا یه کفر دیگه هم اینجا هستش، اونه که خدا در ما هم میاد. البته مردم میگن کفر، این کفر نیست، این رحمت خداست، این فیض خداست که میاد در ما ساکن میشه خداوند، و ما در او ساکن میشیم. خب من به این فکر میکردم وقتی این موعظه رو حاضر میکردم، وقتی میگیم خدا در ما میاد ساکن میشه، وقتی ما در خدا ساکن میشیم، یک منطقه، یک زون کاملا مطمئن رو ملاقات میکنیم. خداوند با دستای پر محبتش ما رو حفظ میکنه، ما رو برکت میده. ولی وقتی خدا میاد در ما ساکن میشه، چه اتفاقی میفته؟ تا حالا این فکر کردید؟ خدا محبته، خدا شفاست، خدا عشقه، خدا ما رو دوست داره، خدا بی نهایته، خدا انتها نداره، او میاد در ما ساکن میشه با اون چه که هست. هللویا. در خدا بیماری وجود نداره. حالا شدید بگن خدا مریض بود، مثلا ناخوش بود، دلش درد میکرد؟ نه. در خدا فقر وجود نداره. خدا احساسات داره ها، همونطور که ما احساسات داریم. خدا دلش میشکنه وقتی مردم ایمان نمیارن، وقتی مردم رو رد میکنن، ولی در ذات نامحدود خدا، آنچه که هست با اون چی که هست در ما ساکن میشه. شما هم بگید اگر خدا در ما ساکن میشه، آیا ما اگر بیمار میشیم، اگر دلمون میشکنه، خدایی که در او در واقع نور هستش، او نوره، او محبت در ما ساکن میشه، آیا ظلمت میتونه ساکن باشه؟ ظلمت باید بره بیرون دیگه. یا جای خداست یا جای ظلمته، یا جای محبت یا جای کینه است، یا جای عشق یا جای خشمه. میگه نور به جهان آمد، کلام خدا میگه در یوحنا 3:16، نه 3:17، نور به جهان آمد. این نور اومد که چیکار بکنه؟ من بارها این مثال گفتم، چون در لابراتوار عکاسی سالا کار میکردم. اینجا الان روشنه، شما تاریکی نمیبینید، جای تاریکه، همه جا روشنه. اما اگه چراغ خاموش کنید چی میشه؟ تاریک میشه. وقتی چراغ روشن کنید روشن میشه. وقتی نور عالم میاد در ما ساکن میشه، خدا در وی است. وقتی خدا میاد در ما، اونجا دیگه جای خشم نیست، اونجا دیگه جای درد نیست، اونجا دیگه جای مرض نیست، اونجا دیگه جای نبخشیدن نیست، اینها فرار میکنن. پس به واقع هر چقدر ما به خدا جا میدیم که در ما ساکن بشه، میگه بفرما ساکن بشو، دیگه مهمون نیستی تو، یه هفته اومدی خونه ما بودی رفتی، بلکه اینجا خونه خودته. دیگه تاریکی از زندگی ما میره، درد از زندگی ما میره، اون دردهایی که به ارث بردیم، اون مشکلاتی که باهاش بزرگ شدیم، شاید عقده ها،
شاید ناملایمتی ها، نامحبتی ها، هرچی که بر ما قرار گرفته که ما رو به اینجا رسونده از ما میرن. در واقع این آیات بدین معنا هستن که اگر شما دردمند هستید، خدا در قلب خودش همیشه، نه فقط برای یک لحظه، همیشه، forever، تا ابد، برای شما شفا و حیات رو میخواد جایگزین کنه. پس به عبارتی من نباید در اون وضعیت باقی بمونم. خدا نمیخواد من در اون وضعیت باقی بمونم، خدا میخواد که من از اون وضعیت بیام بیرون. ولی اینجا این منم که باید تصمیم بگیرم. تکلیف خدا مشخصه، خدا میخواد اینو. با هم یه آیه دیگه نگاه بکنیم، اسلاید بعدی، یوحنا 10:10. عیسی مسیح اینجا میگه شیطان میاد میدزده، هلاک میکنه، از بین، کارش خرابکاریه. ولی میگه من آمدم، عیسی میگه من آمدم تا ایشان، شما عزیزانی که دارین نگاه میکنن، تا ایشان حیات بیابن و آن را نه فقط بیابن. حیات یعنی لایف. این گیاه اگه زنده است، سبز، سرشو بلند کرده، حیات درش هستش. شما حیات دارید، در وجودتون حیات هست. اگه حیات از وجود شما بره، شما دیگه زنده نیستید. میگه من اومدم به شما حیات بدم. خداوندا من چقدر دردمندم، کسی منو نمیفهمه، من چقدر بیچارم، همه منو ترد کردن، همه منو ترک کردن، همه منو مسخره کردن. خداوند میگه من اومدم به تو حیات بدم، حیاتو برگردونم، و نه فقط حیات بدم، بلکه اون رو زیادتر حاصل کنید، بیشتر، دو برابر دریافت بکنید. من رفتم یه دیگه فشار بدید، میاد یه چیز دیگه اسلایدو. آره، رفتم فرهنگ معین رفتم ببینم مضاعف، اینجا میگه زیادتر، البته ترجمه قدیمی میگه مضاعف. مضاعف یعنی چی؟ مضاعف در فرهنگ معین یعنی دو برابر و دو چندان شدن. هللویا. نه فقط یک چیز رو دریافت کنی. مسیح میخواد زیادتر. در ریشه اصلی انجیل به زبان یونانی میگه مضاعف، به زبان فارسی یعنی دو برابر شدن، دو چندان دریافت کردن. هللویا. شما یک چیزی رو میذارید و این دو برابر به شما برمیگردونه. حساب پسندازه، میذاری و اگه دست بهش نزنی چند برابر برمیگرده. اینجا انجیل میگه وقتی حیات عیسی در زندگی ما جاری میشه، ما نه فقط اون حیات رو پیدا میکنیم، بلکه زیادتر و زیادتر و زیادتر. من تو این هفته دو بار سه بار سرگذشت زندگیم برای مردم تعریف کردم که چطور با مسیح آشنا شدم. آخرین بارش دیشب بود، برای خانمی تعریف میکردیم. و من در سن 16 سالگی دیگه اوج هیجان و نمیدونم دیگه بالا پایین پریدن دیگه، نه؟ و در سن 16 سالگی مثل آدمهایی بودم که شاید یک تریلی بار رو دوشش هستش. نه فقط پیر بودم، یک تریلی بار رو دوشم بود. توی اتوبان گیشا تا خونه که سرسبیل بود، تو اتوبان راه میرفتم، فریاد میزدم، گریه میکردم، چرا من اینقدر بدبختم، چرا اینقدر دردها رو من هستش. ولی وقتی رفتم به کلیسا با عیسی مسیح آشنا شدم، از جام که بلند شدم، 16 سالمه، از جام که بلند شدم تمام این بارها فرو ریخته بود، به حدی که وقتی در خیابون میرفتم میرقصیدم، شاد بودم. رفتم خونه، مادرم گفت دیوونه شده، چی شده؟ امشب خیلی سرعالی، مثل شبای قبل نیستی، مثل روزای قبل نیستی. چرا؟ چون حیات او بر من اومده و تو این 30 و خورده سال که با او قدم زدم، نه فقط این حیات کم نشده، بلکه زیادتر شده. هللویا. به من میگن تو چقدر انرژی داری. این حیات عیسی است که در ما میمانه و عمل میکنه و این مال شماست، به رایگان مال شماست. مثل که دولت آمریکا یا جایی که دارید زندگی میکنید بیاد به شما بگه طبق این قوانین شما اگه سیتیزن و شهروند این کشور بشید، این چیزا مال شماست. و به همین شکل خداوند میخواد دوچندان به ما عطا بکنه. به عبارتی دردها و زخمای درون ما از طرف خدا نیستن. تمام این آیات که با هم نگاه کردیم تا به اینجا نشون میده خدا درد نمیده. خدا از درد استفاده میکنه اگر در زندگی ما هست، تا درسهای رو یاد بگیریم، به اون نزدیکتر بشیم، مثل ایوب. ولی خدا درد نمیده. مثل که من بچه‌مو بیارم جلو بگم بگیر تو درس، تو پیشرفت کن، در زندگیت مرد بشو. شما نمیگید آدم دیوانه است داره بچه‌شو میزنه؟ مشکل داری؟
اگر هم میخوای درسی بده چپ و راست شد نمیخوای بکنی. خداوند چقدر بیشتر درد به ما نمیده. او هرگز شفقت و شفای خودش رو از روی ما بر نمیداره. پس اگه ما فریاد میزنیم خدایا کجایی، خدا میگه من همینجام، چه داد میزنی، من کنار تو هستم، من با تو هستم و میخواد ما رو محبت بکنه. ببینیم با هم سلیمان چی میگه. حضرت سلیمان، امثال سلیمان فصل 4 آیه 20 الی 22، اینا بسیار آیات زیبایی هستن که سلیمان گفته. در امثال سلیمان میگه که خداوند میگه ای پسر من، ای دختر من، به سخنان من توجه نما. داره فارسی صحبت میکنه. به سخنان من توجه نما. سخنان خدا کجاست؟ در کلامشه دیگه، نه؟ آقای فلانی که شاعره تو کتاب شعرش شعراشو نوشته. اگر ما میخوایم سخنان خدا رو بدونیم باید به کلام او مراجعه بکنیم. سخنان من توجه نما. خوب گوش کن. من تعجب میکنم مسیحی ها چرا گاهی وقتا هفته به هفته انجیل نمیخونن. چون خدا داره میگه، داره دستور میده به سخنان من توجه کن که چی بشه. حالا ادامه داره البته، میگه و گوش خود را به کلمات من فراگیر. من در فیسبوک نفته نوشتم، گفتم سخنان مردم بشنوید اما به خدا گوش کنید. مردم نظرات میدن، پیشنهادات میدن، اینجوری میشه بهتره، اینو بخوری بهتره، اونجا بری بهتره. ماشالله، حالا ما ماشالله نداریم تو مسیحیت، خیلی از این ایرانی ها دکتر هستن، سیاسی هستن، بیل میزنن، همه کار میکنن، فوتبالیستی. یعنی ما مردا رو که میذاری بعد از یه روز راجع به فوتبال حرف میزنیم، ها؟ ولی گوش بشنو، ولی فقط صدای خدا رو فرا بگی، کلمات او را گوش کن. میگه به سخنان من توجه نما و گوش خود را به کلمات من فراگیر. پس این دوتا گوش خدا ده برای چی؟ دوتا چش رو برای چی داده؟ که کلام او را بخوانیم. خدا شو بگه چش دارید و میتونید بخونید. به سخنان من توجه نما، بخونشون و گوش خود رو به کلمات من فرا بگیر. من نمیدونم آیندم چی میشه، اینقدر تلاش کردم، اینقدر دویدم، من نمیدونم چرا به اینجا نمیرسم، چرا اینقدر بدبختم. شما بدبخت نیستید، بعد گوشتون رو به خداوند بدید. خدا میخواد با شما حرف بزنه، الان داره با شما تو کلیسا حرف میزنه وقتی این موعظه رو میشنوید. آنها از نظر تو دور نشود. چه زمانی دور میشه؟ چی میگن به فارسی؟ میگن از دیده رود آن که، یه شعری هست، وقتی شما با کسی ارتباط ندارید به مرور زمان ارتباط ها گسسته میشه. ما یه عزیز رو دیروز دیدیم 3 سال ندیده بودیم، شاید 3 سال، شاید نکنه الناتان از من ناراحتی که تو این 3 سال نیومده، و شروع میشه چیزهای منفی به وجود آمدن خود به خود خود به خود، فقط به خاطر که شما نزدیک نیستید. برام که ما ایرانی‌ها چقدر آدم‌های خوبی هستیم که تو ارتباطات قوی هستیم. خیلی از شما ارتباطتون خوبه با دیگران. توی این زندگی که پر از کار و مشغله هست با هم در ارتباط هستیم. گرچه آمریکا خیلی‌ها رو از هم جدا می‌کنه، هفته یه بار به زور می‌بینیم، سلام خدافظ، ولی چقدر بیشتر با خدا. میگه این از نظر تو دور نشه، یعنی نزدیک تو باشه. مردم وسایل بازیشون همیشه باهاشونه، اینا که بازی میکنن، ولی کلام خدا همراهشون نیست، کلام خدا رو نمیخونن. و چقدر مهمه که ما به این کلام بچسبیم، نه فقط گوش کنیم بلکه از دیدگاه ما دور نشه. چطوری از دیدگاه شما دور نمیشه؟ وقتی باش ارتباط داری، باش ارتباط داری. شما یه دفعه نگاه میکنید میبینی ای 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 تو خونه یه میوه داشتی توی یخچال بوده، کپک زده از بین رفته. چرا؟ چون از دیده دور شده. ولی اگه جلو چشت باشه استفادهش میکنی، نوش جام میکنی. و اگر ما ارتباط تنگاتنگ با خدا داشته باشیم، خدا چگونه خودشو بر ما آشکار میکنه؟ با کلامش. وقتی ما با کلام خدا ارتباط داشته باشیم، توجه کنیم، عملش کنیم، بهشون توجه داشته باشیم. و نه فقط همین، میگه آنها را در دل خود نگاه دارید. خدا داره فارسی به ما توضیح میده اینجا، خیلی واضح داره به ما میگه 1 توجه کن، 2 فراگیر از تو دور نشه، 3 و 4 در دلت نگهدار. چجوری در دلت نگه می‌داری؟ آقای بهادر شاعره، شعرها رو انقدر میگه، من نمی‌دونم تو دستش کتاب شعر باشه ولی شعرها رو حفظ میگه، درسته؟ چون در درونته، از درونت اومده بیرون، جزوی از وجود توه. میگن اون کسایی که تو هنرپیشگی
هنر هنرپیشه که خیلی خوبن یا شاعرها و خواننده ها، کسایی که اینو در درونشون دارن. یعنی اگه شعر میگه این درون او هست که داره بیارتش رو قلم رو کاغذ مینویسه، درسته؟ کلام خدا رو وقتی ما در درون خودمون داریم میگوی از زیرا هر که آنها را بیابد، به این طرقی که خدمت شما گفتم بیابد، برای او چیه؟ حیاته. هللویا. حیات چیه؟ عیسی مسیحه. ها؟ هیچ کس غیر از عیسی مسیح رو زمین زنده نمونه، میان بعد از برهه از زمان از این دنیا میرن، ولی عیسی که بر مرگ پیروز شد از مردگان زنده شد، میتونیم بگیم صاحب حیاته. خیلی ادعا کردن او ما حیات میدیم بهتون، ما زندگی میدیم، پول نفت میدیم. شوخی میکنم، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، ولی اگه عیسی مسیح ادعای کرد، ادعاشو ثابت کرد، اگه بیاد نزد من به شما آرامش میدم، اونایی که با عیسی راه رفتن زندگی کردن میتونن بگن ما اینو تجربه کردیم. هر که آنها را بیابد بر او حیات است، یعنی عیسی مال اوست، او عیسی رو داره. و نه فقط بر این، میگوید برای تمام جسد او شفا میباشد. شما که به شفا احتیاج دارید، اگر دلتون شکسته، اگر زخمایتون تای دلتون گیر کرده، نمیدونی با کسی حرف بزنیم. من میبینم توی این هفته چند نفر رو دیدیم منازعین جان که اینا میخواستن جیغ بزنن، بغض ها تو درونشون گیر کرده بود، کسی رو نداشتن باهاشون برن درد دل کنن، کسی نبود که باهاش حرف بزنه. برای اون خواهر سالمندی که نازنین جان دیروز دعا میکرد، یک نبوتی کرد، یک چیزی گفت نازنین جان از خداوند، و اون خانم گفت تو از کجا فهمیدی؟ شروع کرد نازنین بوس کردن، ماچ کردن، و گفت من کسی رو نداشتم، خداوند متشکرم عیسی مسیح که تو حرف منو میفهمی. چرا؟ چون جسد او به شفا احتیاج داشت. این جسد ماست، جسد اون مرده نیست، مایم، بدن ما، وجود ما، این الاتان که اینجا ایستاده، وجودش زمان شفا پیدا میکنه. خدا که میخواد شفا بده، پادشاه میخواد ببخشه، شما بگیریدش، خب شما دریافت کنید. خدا که داره شفا رو میده، زمان مال او میشه که کلام خدا رو میپذیره. من به خیلی از عزیزان میگم، اون روزم یکی دیگه گفتم، میگم کلام میخونی، همین هفته گفتم این متدو من سالاس استفاده میکنم، به عزیزان توصیه میکنم، و مخصوصا کسایی که از تلویزیون نگاه میکنن شهادت میدم، وقتی کلام میخونی با صدای بلند بخون. گاهی وقتا انجیل یوحنا رو بردار، شروع کن خوندن. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود. به طوری بخوان، البته مزاحم مردم نمیخوایم بشیم، به طوری بخون که این کلام باهات حرف بزنه. من این کارو دارم میکنم روزا کتاب انجیل یوحنا رو به زبان انگلیسی دارم گوش میکنم، البته میخوام انگلیسیم خوب بشه، ولی با صدای بلند، چون صدایی هم داره این آقا، دوبلر هستن دیگه اینا، وارد هستن، با صدای بلند گوش کن. و خدا رو شکر به فارسی هم عهد جدید در واقع دسترس آدیو هستش. اما اسلاید بعدی، ایرانی گفتم اسلاید، اساس شفا یافتن در چیست؟ شما که داری برای من نیم ساعت یه رو بداری موعظه میکنی، چجوری من میتونم شفا پیدا کنم؟ با هم بریم اسلاید بعدی، کتاب اشعیا فصل 53 آیات 4 و 5. 700 سال قبل از که مسیح به دنیا بیاد، اینا آیات معروفی هستن. اشعیا 53 4 و 5 میگه لکن او، یعنی مسیح، هنوز به دنیا نیامده، جسد نپوشیده، او زنده هست ولی به دنیای ما نیامده. او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. من یادم اولین بار که فیلم عیسی دیدم در سن 13 سالگی رفتم سینما، بعضی از شما به دنیا نیامده بودیم، رفتم سینما، وقتی عیسی را مصلوب میکردن گفتم آخه این چه گناهی کرده که داره این کارو میکنه. این فکر توی نه فقط ایرانی ها هست، خیلی ها این فکر داره، اینکه مرد خوب بود چرا مصلوب میکنیم. حالا میگه کلام خدا، میگه او زحمت کشید، مضروب و مبتلا بود، حالان که چرا اتفاق افتاد؟ حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. چرا عیسی رو کشتن؟ عیسی شهید نشد، او برای گناهان ما مرد، به سبب تقصیرهای ما مرد. ما بعد میمردیم، ما بعد مصلوب میشدیم، ما بعد به جهنم میرفتیم. امیدوارم به کسی نمیگه به جهنم، چون عیسی اومده کسی به جهنم نره. به سبب گناهان ما کوفته شد گردید و تعذیب پانیش ما، تنبیه ما،
تأدیب سلامتی ما بر وی آمد. یعنی عیسی که ساعت ها مصلوبش کرده، آب دهانش انداختن، مسخرش کردن، به خاطر ما و به جای ما مرد. او بیگناه بود، او مرد که ما نمیریم، که چی بشه؟ هللویا. ادامه آیه: و از زخمای او ما شفا یافتیم. این اساس شفای ماست. ما بر چه مبنای شفا داریم؟ نه فقط نظر روحانی شفا یافتیم، فرزند خدا میشیم وقتی به عیسی ایمان میاریم، بلکه اون دردهای ما، من مقصد این رو قرمز کردم، دردهای ما توسط زخمای مسیح درش شفا است. چرا؟ بذارید اینو به شما بگم خیلی خلاصه. وقتی گناه وارد جهان شد، یک پکیجی رو با خودش آورد. این پکیج لعنت بود، مصیبت بود، درد بود، مرض بود. بیماری و مرض به خاطر گناه آدم و حوا وارد این دنیا شد. طوفان و نمیدونم زلزله و اینها همه به خاطر لعنتی که آدم و حوا به این دنیا آوردن. عیسی اومد که ما رو برگردونه به اونجایی که خدا ما رو میخواست باشیم. کجا؟ برکت. از دردهامون آزاد بشیم، از مرضهامون شفا پیدا کنیم. من فکر کنم خیلی ها اون بیماری درونی، یعنی دلشکستگیشون خیلی بدتر از یک نقص عضویه که تو بدنشون داره. شما میتونی شاید با یک گوشت که نمیشنوی کارش بکنی، یه سمعکی بذاری، بالاخره یه جوری با یکی بشنوی، کلیه رو عوض بکنن، خیلی کارا شاید بکنی، ولی علمم داره پیشرفت میکنه، ولی درد قلبو کی میخواد شفا بده؟ روانشناسا؟ خیلی از اونها خودشون هم احتیاج به کمک دارن، دل شکسته هستن. ولی کلام خدا میگه عیسی مسیح آمد که دردهای ما رو برداره. یه اسلاید دیگه با هم نگاه بکنیم، اول پتروس باب 2 آیه 24. اون عهد عتیق بود، این عهد جدیده. پتروس شاگرد مسیح، توجه کنید به آیه، میگوید که خود، یعنی عیسی، گناهان ما رو در بدن خیش بر دار متحمل شد. همون چیزی که الان به شما توضیح دادم، عیسی گناهان ما رو بر بدن خودش حمل کرد تا ما از گناه مرده شده خلاص. مرد، خدا رحمتش کنه. وقتی به مسیح ما میاری، شما از گناهات میمیری دیگه. در تعمید آب، غسل تعمید اینو نشون میده. ببین من مردم ها، اون الناتان کهنه مرد، تموم شد، خدا رحمتش کنه. و به عدالت زیست کنیم. وقتی شما از گناه میمیرید، تولد تازه پیدا میکنید و از این بعد عادل زندگی میکنید. قبلا به عدالت زندگی نمیکردید، زیر گناه زندگی میکنید، زیر اسارت گناه بوده، ولی حالا در عدالت زندگی میکنید. که پتروس میگه همون چیزی که اشعیا میگه، که به ضربهای او شفا یافتید. میتونید بگید من شفا یافتم؟ بگید، نترسید، بگید من شفا یافتم. شفا میگم، عرض کردم، فقط برای یک قسمت بدن نیست، شفای قلبی، قلب شما، دل شما. و من بیشتر امروز با کسایی دارم صحبت میکنم که اگه دلشون شکسته. پس در نتیجه خداوند این کار رو انجام داده. سلاید بعدی رو با هم نگاه بکنیم. آیا سوال اینجاست، امروز هم شفا صورت میگیره؟ سوالی که به حال در بین فرقای مسیحی، پروتستان و غیره بحث است. آیا واقعا شفا میده عیسی؟ بعضی میگن اگر خدا شفا میده، پس چرا خواهر فلانی شفا نگرفت، مرد؟ سوال دیگه، آیا امروز هم خدا شفا میده؟ اسلاید بعدی به ما نشون میده که آیا عیسی امروز هم شفا میده یا نمیده. رومیان، پولس رسول در رومیان مینویسه، فصل 8 آیه 32، او، یعنی خدا، او که پسر خود را دریغ نداشت، یعنی عیسی، عیسی فرزند یگانه خداست، وقتی خدا جسم شد، اون فردی رو که 30 خورده عیسی روی زمین را میرفت به نام عیسی، ما میبینیم همون خدای مجسم شده است که ما بهش میگیم پسر خدا. از این جهت بعضیا میپرسن، میگن اگر عیسی خداست، پس چرا پسر خداست؟ بالاخره تکلیف ما رو معلوم کنید. او خدایی است که مجسم شده. شما میدونید اگر شما یک قاشق آب، یک سطل آب از دریا بردارید، دریا هنوز آبه. آبو بردی بیرون، میگه این سطل آب دریاست، ولی دریا سر جاش، دریا تمام نشده. خدا اون دریاست. هللویا. نامحدود. وقتی جسم شد، یه نفر پرسید، میپرسن ایرانی از این سوالا زیاد میکنن، پس اگه خدا جسم پوشید از آسمون اومد به زمین، پس خدا بالا نبود؟ فکر کن، خدا نامحدوده، خدا حاضر مطلقه، الان در درون من هست، درون این شیشه هست، در درون شما هست، تو ایران هست، مگه نیست؟ ما ایران بودیم میگیم خدا اینجا هست، اینجا میگیم خدا هست، خدا در همه جا هست. پس
او پسر خدا در این روش، پس راجع به عیسی داره صحبت میکنه، بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود، او به جای ما آمد. در کتاب فیلیپیان باب دو میگه، میگه او با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، جسد پوشید، مثل ما شد، نامحدود شد، که چی بشه؟ چون چگونه با وی خدا او را تسلیم نمود تا ما او را بشناسیم، حالا این خدا چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ وقتی او بیگانه فرزندشو داده، آیا چیز دیگر هم نمیخواد بده؟ شفا هم میخواد بده. کلام داره به ما میگه اگر او برای گناهان ما ارزش قائله که ابدیت ما رو در بر میگیره، زندگی بعد از مرگ ما رو، آیا برای مشکلات و دردهای ما خدا فکر نمیکنه؟ مثل اونه که شما بیاد خونه من یک نهار مجلل به شما بدم، خیلی زیبا بخورید، تشریف بیارید البته، بخورید، بعد بگید چه آدم سخاوتمندی ها، دست شما درد نکنه، چه آخه بابا یا نون پنیر هم میدادی، نون پنیر گرونتر اینجا، نون پنیر هم میدادی ما راضی بودیم. حالا منی که در خونه رو وا کردم، به شما یه غذای مجلل رو میز مهیا کردم و دادم خدمتتون، آیا از یه دوغ اگه داشته باشم توی یخچال دریغ میکنم؟ نمیکنم. اگر از یک سالادی در خونه داشته باشم دریغ میگم این غذای مجلل رو بخور، من این سالادو بهت نمیدم، جور در نمیاد، من اینقدر دست و دلوازم، سالادم باش میدم، پکیج باش میاد. خدا که برای گناهان ما فکر کرد و او رو تسلیم کرد، برای دردهای ما هم فکر میکنه. هللویا. او به فکر درد شماست، او به فکر نیاز شماست، او به فکر احتیاج شماست و میخواد اون دردها شفا پیدا بکنه. پس دیگه لزومی نداره در اون درد بمونید. اسلاید بعدی رو نگاه کنید، به چی میگه کلام خدا. خدا شفا را وعده داده. خدایی که شفا دهنده هست، پر از محبت، پر از شفقته، در این کلام زنده که میلیون ها نفر میخوننش، پر فروشترین کتاب دنیاست همیشه، میدونستید؟ هیچ کتاب مثل کتاب ما هست در دنیا فروش نمیره، غیر از ایران که جلوشو گرفتن کشورهای دیگه اسلامی، ولی همون هم به طور قاچاق مردم دریافت میکنن. خدا که در واقع به کلامش به ما وعده داده که شفا را میخواد عطا بکنه، و ما چند نفر میدونیم که خدا دروغگو نیستش. در کتاب اسلاید بعدی، در کتاب سوم یوحنا فصل 3 آیه 2 میگه، میگه ای حبیب، یوحنا داره مینویسه، شاگرد محبت، ای حبیب، چه خوبه ما حبیب خدای ما، نمیگه ای لعنت شده، ای فلان شده، میگه ای حبیب دعا میکنم، یوحنا داره میگه برای ما دعا میکنه، برای شما دعا میکنه، خدا این فکر رو داره که در هر وجه کامیاب، هر وجه تحصیلات، زندگی، ازدواج، مسائل زندگی، کامیاب و تندرست بوده باشی. خدا میخواد ما تندرست باشی. شده کسی بهتون میگه تندرست باشی؟ پیر بشی، خودت پیر بشو، پیر بشی الهی، اینقدر میگم پیر بشی طرف 40 ساله دویر پیر پیر شد، حالا کار ندارم، تندرست بوده باشی چنان که جانت کامیاب است. جان ما که کامیاب شد وقتی به عیسی ایمان آوردیم، ما کامیابیم. این بدن موهاش بریزه نریزه، من خونه مجلل داشته باشم نداشته باشم، من ثروت بند باشم نباشم، جان من کامیابه. و وقتی من از این دنیا میرم من کامیاب هستم. چند نفر میدونید زندگی زمینی زندگی موقتیه، 20 سال، 30 سال، 50 سال، نهایتاً 70 سال. ما تقریباً 25 سال دیگه داریم به 70 برسیم. دیگه درست گفتم؟ 25 سال دیگه، 5 سال، 50، بله 25 سال دیگه داریم 70 بشیم. مگه تموم عمر چند تا بهاره میگذره دیگه؟ دو تا دیگه، 20 تا دیگه بهار مونده دیگه، 1، 19، 18، اگه زنده باشیم تا اون موقع هیچ اتفاق نیفته، عیسی بر نگرده، مثل برق میگذره. حالا این زندگی موقت که تموم شه، ما بعد از مرگ، برای همینه که مرگ برای مسیحا زجرآور نیست. خب دلت تنگ میشه برای عزیزت، ولی میدونی که به زودی میبینیش. برای همینه که ما خاک تو سرم نمیریزیم، سیخ به تنم نمیزنیم که عزیزم مرده، سرودم میخونیم، روزی آید دیگه، شادی میکنیم شاید ها، ولی خب البته دوری سخته، ولی میدونیم ابدیت پیش روی ماست. در ابدیت چی کار میکنی؟ یا میری در حضور خدا یا نمیری حضور خدا. نمیتونی که با گناه بری به حضور خدا، پس کجا میری؟ میری جهنم.
جایی که تهیه شده برای شیطان دار دستش. ولی اگر شما ایمان نمیارید شما میرید اونجا، ولی اگر ایمان میارید به عیسی مسیح با او زندگی میکنید میرید به حضور ابدی خدا که بهش میگه بهشت. به همین سادگیه. هللویا. من شما رو تو آسمان میبینم، شما منو میبینید، اونجا با هم خواهیم بود. نمیدونم اگه چلو کباب هست اونجا، آب گوشت میخوریم، کلسترول هم نمیره بالا، فشار خون هم نمیره بالا، قشنگ با دوغ شوخی میکنم. ولی یوحنا میگه میخوام تندرست باشی، میخوام تندرست باشی. خواست خدا، خواست خدا اینه که ما تندرست باشیم. این وعده اول خداست. اسلاید بعدی رو بزنید ببینیم. دو تا دیگه اسلاید بیشتر نداریم، سه تا. اسلاید بعدی ارمیا فصل 30 آیه 17. تقریبا 700 سال قبل از مسیح با اشعیا همزمان نبوت میکردش ارمیا. میگوید زیرا خداوند میگوید. چند نفر میگه وقتی خدا حرف میزنه تعارف رو میکنه؟ چند نفر میگه خدا وقتی حرف میزنه بعد میگه اوپ چرا من این حرف رو زدم؟ من شده مثلا اینجا موعظه کردم بعد رفتم میگم این حرفم نمیزدم، نمیزدم ها، چه بهتر میشد. این حرفم نمیزدم بعد نمیشد. ولی خدا هرگز اینجوری حرف نمیزنه. هللویا، شکر. زیرا خداوند میگوید به تو، من اسم خودتون رو بذارید، اسم خودتون رو بذارید روش، به تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو را شفا خواهم داد. این وعده خداست برای شما، برای من. هزاران سال پیش خداوند میگه، صدها سال پیش خداوند میگه میخوام تو را عافیت ببخشم، میخوام جراحات تو را شفا بدم. اگه شما کسایی وارد زندگیتون شدن خواسته و ناخواسته و قلب شما را جریه دار کردن، خودتون باعث شده جریه دار بشید، اشکال نداره. وعده خدا اینه که میخوام شفات بدم. حالا تا اینجا هرچقدر گذشته گذشته، 20 سال، 30 سال، 15 سال، 50 سال، هرچی که بوده، حالا اجازه بدید که این خدای پر از شفقت، پر از محبت که دروغ نمیگه، وعداش امینه، جراحات شما شفا بده. آه من دکتر زیاد رفتم، نمیشه، کتاب زیاد خوندم، نه بابا این همش حرفه. اوکی منم میفهمم چون انسان اونها رو نوشته، ولی خالق انسان داره به من شما میگه، اون کسی که شما رو خلق کرده، منو خلق کرده، میگه میخوام جراحات تو رو شفا بدم، قلب ریش ریش شده تو میخوام شفا بدم. نه فقط مرض تو میخواد شفا بده، بلکه اون جراحت درونی تو میخواد شفا بده. آیا بهش اجازه میدی این کارو بکنه؟ مزمور رو نگاه کنیم با هم دیگه. مزمور 103 سلاید بعدی. مزمور 103 آیه 2 و 3 میگوید ای جان من، سراینده داره شعر میگه اینجا ها، ای کاش من و شما امروز اینو بگید، اسم خودتون رو بذارید، بگید ای جان من، ای علتان من خداوند را متبارک بخوان، ای علتان خداوند را متبارک بخوان. چرا باید متبارک بخوانی خداوند را؟ چرا باید شکرگزارش باشی؟ و جمیع احسانهای او را فراموش هم نکن، فراموش نکن که چقدر پر از محبت بوده، چقدر تو رو دوست داشته. شما میدونید زنده بودن شما یک معجزه است. وقتی صبح پا میشه چشتو وا میکنی یک معجزه است. میتونه باز نشه، میتونه سکته صورت بگیره، نه خیلی چیزا دور از جون شما. میگه جمیع احسانهای او، یعنی خوبیای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را میامرزد. او من خیلی گناهکارم، اب نداره. میگه میخوام تمام گناهاتو بیامرزم. تا حالا هرچی گناه کردی، هرچی گناه کردی خدا.
آمدید در این جهان شادم کنی، آمدید برداشتی از من هر گناه، آمدید چون روز شد شام سیاه. آمدید تو در گشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشی دهی خلق و خدا، آمدی تو را نمایی ز چا. از غم آزادم کنی، آمدی در این جهان شادم کنی، آمدی برداشتی از من هر گناه، آمدی چون روز شد شام سیاه. آمدی تا در گشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشتی دمی خلق خدا، آمدی تا راه نمایی ز چا. جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دلش قدز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها. آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دلش قدز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. آمدی آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دلش قدس شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. همه نمیگه سردرد، نمیگه سرماخوردگی، نمیگه گلودرد، نمیگه آنفولانزا، میگه همه مرضهای تو را شفا میبخشد. الان در زندگی شما چه اتفاقی صورت گرفته؟ دلتون شکسته؟ تنهایید؟ دردمندید؟ ناراحتی جسمی دارید؟ قول خداست، میگه رو شکر کن، نمیگه تو سرت بزن گریه کن، نمیگه برو یه گوشه با کسی حرف نزن، چه میدونم با چیزهای دنیوی خودتو شاد کن برای لحظه ای، مواد مخدر، مشروب و غیره و زاله، چون میدونه که اونا به درد نمیخوره، اونا موقتیه. بلکه میگه خدا میخواد همه رو شفا بده. میتونه میگه شکر خدا من دریافت میکنم. و سلاید آخر بیاید با هم دعا بکنیم و شفا رو از خداوند دریافت بکنیم. آمین. بیستید با هم دیگه. امیدوارم که کلام خدا با شما صحبت کرده. مهم نیست که همین الان که به کلیسا آمدید با چه شرایط روحی و فکری و احساسی اومدید. بله سخته، گاهی وقتا واقعا سخته. من بارها دلم شکسته، بارها دردها به زندگی من اومده، ولی بارها هم تجربه کردم که چطور عیسی مسیح قادر مطلق منو از این دردها شفا داده.